با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه میشیم. آقای توفیقی، نماینده آقای خامنه‌ای گفته که خاکریز اول جمهوری اسلامی حجابه. پیشتر هم بارها تاکید شده بود که خط قرمز جمهوری اسلامی همین مسئله حجابه. اما حالا به ما بگید که چرا جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر حجاب اجباری از میان برداشته بشه، کل ماهیت نظام با خطر روبرو و ممکن سقوط کنه؟ من ابتدا اجازه میخوام که درود بفرستم به شجاعت بانوان میهنم که دیروز واقعا صحنه‌هایی آفریدند که شگفت انگیز بود و البته همراهی مردان هم واقعا با این کمپین مثال زدنی بود. اما اینکه امثال این آقای در واقع فقیه که یکی از فقهای اثرگذار در جمهوری اسلامی هستند این مسئله رو بیان میکنن، فکر میکنم برمیگرده به این که ببینید جمهوری اسلامی مبتنی بر تبعیض‌های مختلفه، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، خدا باور و خدا ناباور، شیعه و سنی و مواردی از این دست. اما یکی از مهمترین تبعیض‌هایی که در جمهوری اسلامی وجود داره تبعیض انسانی است، یعنی در واقع ماهیت انسانی زن و مرد برابر فرض نشده در جمهوری اسلامی و این یک سنگ بناست، یعنی در واقع این نظام فقاهتی بر مبنای این تبعیض و این نابرابری خلق شده و بالا اومده. حالا اگر این در واقع سنگ بنا بیرون کشیده بشه، خب طبیعی است که این بنا فرو می‌ریزه. ای کاش ایشون به جای این چند تک پارچه که اون رو سنگر به حساب آورده، عزت، رفاه، آسایش و در واقع تأمین مردم برای ایشون یک سنگر بود که در برابر اون احساس مسئولیت می‌کردن. بین واکنش‌هایی که آقایان جمهوری اسلامی داشتن، شاهد در واقع تایید تلویحی بودیم در موج گسترده مخالفت با حجاب اجباری در ایران. آیا به نظرتون این به معنی اقرار به تأثیرگذار بودن این کارزارها هست؟ دقیقاً، یعنی شما ملاحظه بفرمایید علاوه بر این صحبت‌هایی که اکثر مسئولین جمهوری اسلامی از وزیر کشور تا در واقع نمایندگان آقای خامنه‌ای و امامان جمعه در برابر اون موضع گرفتن، علاوه بر این مسئله حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر و همینطور نیروهای لباس شخصی که واقعاً وحشیانه به مردم حمله می‌کردند، ای کاش آقای وزیر کشور آقای وحیدی یک روز تضمین می‌دادن به مردم که با مردم این حملات وحشیانه انجام نمیشه، اونها رو ضرب و شتم نمیکنن، بازداشت نمیکنن، اون وقت میدید که چگونه این خواسته حجاب بی حجاب یک خواسته درونی است که نشانه آگاهی زنان ایرانی هستش. جامعه ما زن و مرد امروز به نقطه‌ای رسیدند که نمیخوان این وضعیت تبعیض آمیز، این وضعیتی که در واقع در شأن مردم ایرانی است رو بپذیرن. بنابراین به صورت خودجوش و از درون خود جامعه این حرکت را افتاده و به نظر من دارن بیهوده این رو نسبت میدن به خارج کشور، شبکه‌ها، نمیدونم رسانه‌ها و موارد این چنینی. و واکنش علی مطهری از یک جنبه قابل توجه بود که در بعضی موارد دیدیم که ایشون میشن خودشون رو در کنار اپوزیسیون قرار میدن، ولی تو موضوع حجاب اومده گفته که اینها همه کار دشمن و نظام سرمایه‌داری و به قصد خودنمایی و لذت‌جویی از این برنامه‌ها. چرا فکر میکنید که ایشون همچنان اصرار دارن که از این کلمات و عبارات تو استفاده کنن برای توصیف حرکت اعتراضی و مدنی زنان؟ ببینید، امثال آقای مطهری اتفاقا صحبتاشون در خور توجهه، به خاطر اینکه کمک میکنه به شناخت ما از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مبتنی بر همین نگاه فقاهتی است که زن رو ابزار و وسیله برای لذت جویی مرد در واقع به حساب میاره، نه یک انسانی که حقوق کاملا برابر با در واقع یک مرد داشته باشه. به همین دلیل هم انواع و اقسام تبعیض‌ها از لباس و پوشش گرفته تا حق حضانت کودکان، تا حق سفر، تا طلاق و غیره رو از او میگیرند، به خاطر اینکه این اطاعتی که در واقع در یک نظام فقاهتی و در این سیستم مد نظر هست در زن به وجود بیاد. به خاطر همین هم هست که آقای مطهری این رو نه از نگاه انسانی بلکه از نگاه لذت جویی و موارد اینچنینی میبینه. فقط میتونم بگم که متاسفم برای آقای مطهری که علارغم اینکه مدت ها در غرب زندگی کردند نتونستند به این نکته
نقطه پی ببرن که در غرب این مسئله در واقع پوشش مسئله برهنگی نیست و آنچه که مردم ایران میخوان برخلاف گفته های ایشون برهنگی و لذت جویی نیست، برخورداری از حقوق برابر هستش. سپاسگزارم از توضیحات و همراهی شما. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس.